دولت سوریه روز یکشنبه 14 میلیون سوری واجد شرایط را دعوت به شرکت در رفراندوم تغییر قانون اساسی کرد. مطابق این طرح رئیس جمهور فقط برای دو دوره 7 ساله می تواند انتخاب شود. همه پرسی که مورد تمسخر غرب قرار گرفته و مخالفان بشار اسد همان را تحریم کردند. الله اکبر. این در حالی است که سرکوب مخالفان فقط در روز شنبه به گفته یک سازمان غیر دولتی 100 کشته بر جا گذاشته است. بمباران شهر هومس در 23 روز متوالی همچنان ادامه دارد و مذاکره صلیب سرخ جهانی و مقامات سوریه برای خروج مجروحان از جمله دو خبرنگار اروپایی به نتیجه‌ای نرسیده است. از دیر الزور هم خبر می‌رسد که نیروهای امنیتی در جستجوی نظامیان فراری هستند. گزارش ها همچنین از ادامه درگیری ها در درعا، حما و ادلب حکایت دارد.